سلام و وقت بخیر. برنامه رو با یک خبر اختصاصی شروع می‌کنیم. یک منبع آگاه به برنامه 24 ایران اینترنشنال اطلاع داده که در ماه‌های اخیر ملاقات‌هایی بین رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل صورت گرفته. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به ایران اینترنشنال گفته هرچند مذاکرات برجام فعلا در دستور کار نیست، اما ایالات متحده وقتی منافع آمریکا در میان باشه، پیام‌های محکمش رو به ایران از راه‌های مختلف به این کشور منتقل می‌کنه. سمیرا قرایی خبرنگار ما ادعای ملاقات‌ها رو با وزارت خارجه آمریکا مطرح کرده و الان از همونجا با ماست. همینطور مریم رحمتی خبرنگار دیگر ما از مقر سازمان ملل در نیویورک. با سمیرا شروع می‌کنم. سمیرا، پاسخ وزارت خارجه چه بود؟ ما این مسئله رو با وزارت خارجه آمریکا مطرح کردیم و ازشون خواستیم که به ما بگن که در رابطه با دیدارهایی که حالا حداقل در دو ماه گذشته رخ داده بین آقای ایروانی و آقای مالی چه مسائلی مطرح شده، چه گفتگوهایی انجام شده. نت پرایس در پاسخی که به ایران اینترنشنال داده مشخصا گفته که حتی با وجود اینکه برجام در دستور کار آمریکا نیست، آمریکا به صراحت اعلام کرده که ابزاری برای رساندن پیام‌های مشخص و محکمش به ایران داره، اگر که فرستادن این پیام‌ها به نفع آمریکا باشه. در جای دیگری اشاره کرده که به طور مداوم ایالات متحده سه پیام رو به جمهوری اسلامی منتقل کرده: یک، کشتن معترضان صلح طلب رو متوقف کنند، فروش سلاح به روسیه رو برای کشتن اوکراینی‌ها متوقف کنند و آمریکایی‌هایی رو که به ناحق بازداشت کردند رو آزاد بکنند. و در بخش آخر پاسخی که پرایس به ایران اینترنشنال داده آمده که در رابطه با نحوه ارسال این پیام‌ها، یعنی اینکه از چه کانال‌های ایالات متحده سعی کرده با جمهوری اسلامی تماس پیدا بکنه، در این رابطه توضیحی ندارند و وارد جزئیات نمی‌شوند، اما این کار رو با هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای ایالات متحده انجام دادند و هرگز هم از اینکه پیام‌های قاطعانه و صریح فرستادند عذرخواهی نمی کنند. این جوابی هست که فرداد ما از نت پرایس داریم میشنویم. در همین یک دو ماه گذشته تحولاتی در سازمان ملل متحد رخ داده، از جمله اینکه جمهوری اسلامی رو از کمیسیون مقام زن حذف کردند، از جمله اینکه پایبندی جمهوری اسلامی به قطعنامه 2231 یا همون برجام بررسی شده. صحبت‌های مختلفی رو لیندا تامس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، انجام داده و آقای ایروانی هم همین شاید یک ماه پیش بود که اعلام کرد که آمریکا باید دست از حرف زدن برداره و قاطعانه وارد عمل بشه و بعد با اقدامات عملی نشون بده که اراده سیاسی وجود داره برای اینکه برجام رو بخوان احیا بکنن. در این مدت که ما این تحولات خبری رو داشتیم، حالا داریم از منابع آگاهمون میشنویم که دیداری میان آقای ملی که اینجا ریاست دفتر یا میز ایران رو بر عهده داره با آقای ایروانی انجام شده. ما نمیدونیم که آیا خاص این ملاقات ها از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده یا از ایالات متحده، اما میدونیم که وزارت خارجه آمریکا بروز این یا روی دادن این ملاقات ها و این گفتگوها رو تکذیب نکردند و روشن نیست که آیا صرفا مسائل حقوق بشری در این گفتگوها مطرح شده، آیا مسائل زندانیان دو تابعیتی مطرح شده. روز گذشته بود که آقای ملی در رابطه با سیامک نمازی توییتی انجام داد. آقای نمازی دست به اعتصاب قضا زده برای 7 روز و مسئله زندانیان دو تابعیتی میدونیم که برای وزارت خارجه آمریکا، برای دولت جو بایدن مسئله بسیار مهمی هست. و اینکه چقدر بحث ها راجع به برجام بوده، 24 ساعت پیش همینجا در وزارت خارجه بلینکن راجع به این صحبت کرد که جمهوری اسلامی برجام رو کشته و ایالات متحده دیگه برجام رو در دستور کار خودش نداره. اما در جوابی که پرایس به ما داده، در همون خط اول داره میگه اگرچه که برجام در دستور کار ما نیست، اما همچنان ما پیام میفرستیم. آیا ما باید برداشت بکنیم که این گفتگوها راجع به برجام هم بوده یا نه؟ ممکنه بوده باشه. میدونیم که ایالات متحده همچنان دنبال راه حل دیپلماتیک است برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران. مریم رحمتی هم همونطور که گفتم از مقر سازمان ملل با ماست. مریم، میدونم که تو با هیئت دیپلماتیک ایران در نیویورک هم این موضوع رو مطرح کردی، آیا واکنشی نشون دادن؟
فرداد، همونطور که انتظار میرفت دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل به سوالات ما در این مورد پاسخ ندادن، ولی همونطور که میدونی فرداد در ماها و هفته های گذشته فشارهای زیادی بر روی دیپلمات های جمهوری اسلامی در سازمان ملل وجود داره، از جمله سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل بعد از اینکه جمهوری اسلامی از سازمان مقام کمیسیون مقام زن سازمان ملل در واقع اخراج شد و بعد هم جلسه غیر رسمی آریا فرمولای شورای امنیت درباره سرکوب خیزش انقلابی مردم در ایران برگزار شد که در همون جلسه هم آمریکا کلا مدیریت این جلسه رو بر عهده داشت و تونستن جمهوری اسلامی رو از این کمیسیون اخراج بکنند و باعث شد که فشار دیپلماتیک زیادی در سازمان ملل وارد بشه بر جمهوری اسلامی. و بعد از اون هم مسئله فروش پهپادهای جمهوری اسلامی مطرح شد در شورای امنیت که هنوز هم این فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه داره و در جلسات متعدد شورای امنیت در مورد اینکه چطور جمهوری اسلامی داره قطعنامه‌های این شورا رو نقض میکنه صحبت میشه و حتی نماینده دائم آمریکا لیندا توماس گرینفیلد خودش در یک مصاحبه اختصاصی به من گفت که جمهوری اسلامی دیگر در مذاکرات با جمهوری اسلامی دیگر در صدر کار و مورد تمرکز دولت آمریکا نیست و آمریکا میخواد تمرکز بکنه بر حمایت از مردم ایران. و همینطور باید بگم که ایرانیان مقیم نیویورک هم فرداد ساکت ننشستند. در هفته های گذشته چندین مرتبه ایرانیان در مقابل دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل تجمع کردند و فریاد زدند مرگ بر دیکتاتور. چندین مرتبه تجمعات متعددی مقابل خانه امیر سعید ایروانی برگزار شد و بر دروازه خانه این دیپلمات جمهوری اسلامی رنگ قرمز به نماد خون پاشیده شد و شعارهای علیه این دیپلمات و دیپلمات‌های دیگر جمهوری اسلامی سر داده شد. خیلی ها باور دارن حتی فرداد که نباید به کسانی مثل سعید ایروانی ویزای آمریکا صادر می‌شد. سعید ایروانی بعد از مجید تخت روانچی به نیویورک اومد در 2 مرداد 1401. او قبلا کاردار سفارت جمهوری اسلامی در عراق بود و همچنین او معاون علی شمخانی در دبیرخانه شورای امنیت در جمهوری اسلامی بوده و همیشه انتقادهای زیادی وجود داشته برای اینکه چطور کسانی مثل اون میتونن بیان به آمریکا ویزا دریافت بکنن و اینجا نمایندگی بکنند از جمهوری اسلامی. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، و همینطور سمیرا قرایی خبرنگار دیگر ما از وزارت خارجه آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی.